عناوین اصلی: امام جمعه ای که از مردم خواست در نماز جمعه شرکت نکنند. و بیانیه شرم‌آور ناجا: به مادری اشتباهی شلیک کردیم و او را کشتیم. به کیوسک خوش آمدید. درود بر شما، نیمروزتون بخیر. از اینکه کانال کیوسک رو برای شنیدن خبرها انتخاب میکنید سپاسگزاریم. امام جمعه لاهیجان در نماز جمعه این هفته شهر درباره اظهارات اخیر حاج علی اکبری گفت: نماز جمعه که در آن درد مردم گفته نشود، نماز جمعه که در آن به مشکلات مردم ورود نشود، نماز جمعه که مسئول بیخیال را به استیضاح نکشاند، این نماز جمعه نیست، نمایش است. مردم در این نمایش شرکت نکنید. وی اضافه کرد: من اگر دستم به جایی برسد در به چنین نمایشی را گل میگیرم. گفتنی است چندی پیش رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفته بود طرح فسادهای داخلی به صورت مصداقی در نماز جمعه ممنوع است. نماز جمعه تجلی اسلام اجتماعی است، اهرم نیرومند مطالبه گری برای حل مشکلات مردم. تقویم شمار تاریخ نیست، ما اینجا تقویم نمیگیم. مناسبت های هفته و سال اینا بمونه برای خودتون، تو خونه میشه مطالعه کرد، صبح هم رادیو میگه. نماز جمعه برای حل مشکلات مردم تشکیل شده است. امام فرمود یکی از علل شکست مشروطه این بود که نماز جمعه نداشته، ولی زن نماز جمعه امتداد دردهای مردم است. نماز جمعه امتداد مشکلات بروزی است که مردم با اون دست و پنجه نرم میکنن. در نماز جمعه ای که درد مردم گفته نشود، در نماز جمعه ای که به مشکلات مردم ورود نشود، نماز جمعه ای که مسئول بیخیال را به استیضاح نکشاند، این نماز جمعه این نمایشه. تو این نمایش مردم شرکت نکنید. من هم اگر جای شما باشم به نماز جمعه ای که درد مردم رو نمیگه، نماز جمعه ای که مشکلات شهر رو ورود نمیکنه، خود من هم نمیرم. و اگر دستم برسه در به اون جایی که اینجور نماز میخونن رو گل خواهم گرفت. نماز جمعه فلسفش این است که مردم عزیز ما رو نسبت به مسائل روز آگاه کنه، نسبت به کسانی که خدمت میکنن آگاه کنه، و اونها رو نسبت به کسانی که دارن خیانت میکنن بازم آگاه کنه. این نماز جمعه است و انشالله نماز جمعه لاهیجان همین سیاستی رو که در پیش گرفته بود ادامه خواهد داد، در عین همبستگی، در عین انسجام، در عین اینکه امام جمعه امام همه هست، امام جمع است، اما این تریبون رو در وایسی نیست. جواد سلیمانی قبلا هم به فساد در منطقه لاهیجان اشاره کرده بود. یک مافیا در لاهیجان است که مسئولیت هم دارند و در استان نفوذ می‌کنند، اما چون خودشان ملک دارند اجازه نمی‌دهند زمین در اختیار طرح جهش مسکن قرار بگیرد. به یکی از مسئولان گفتم لیست زمین‌هایی که در اختیار دارید را به من بدهید. گفت حاج آقا زمین نداریم، دعا کنید. گفتم مگر قرار است کار جوانان با دعا حل شود؟ اگر قرار بود دعا مشکل را حل کند، پیغمبر همان اول یک فوت می‌کرد و همه چیز درست می‌شد. طبق وعده آقای رئیسی ما مدت‌ها منتظر بودیم بحث مسکن حل بشه. وضعیت مسکن لاهیجان آخر سر به کجا رسید؟ واقعیتش اینه آقایون میگن ما زمین نداریم. من موندم بعد این همه زمین، هر هفته گزارش زمین خاری، کوخاری. واقعیتش اینه که یه مافیا هست تو لاهیجان. آقای این مافیا کی هست؟ چجوری میشه جلوشونو گرفت؟ آقا یه عده آدم هستن، مسئولیت هم دارن، تو استانم نفوذ دارن، اما به خاطر اینکه ارزش ملکشون پایین نیاد، وقت فروش بتونن استفادهشون رو بکنن، حاضر نیستن زمین در اختیار جوان لاهیجان بذارن. این همون تعارض منافع است.
یعنی اینها میگن که اگه ما زمین در اختیار آقایون بذاریم، آقای رئیسی هم مسکن رو بسازه، اون وقت دیگه آپارتمان های ما رو کی بخره؟ دیگه جوان نمیاد مثلا سرمایه گذاری بکنه اینجاها متری 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون آپارتمان بخره. و این متاسفانه که از دغدغه های من بود. حالا آقای نماینده فرمودن که مثلا توی گلبودوار یه 6000 متر جو زمین گرفتیم و جاده رودبنه رنگرود یه شهرک میخوایم. اینا خوبه، خدا خیرتون بده، ولی شأن لاهیجان اینه که دوباره مثل مسکن مهرتون جوان لاهیجانی این همه مسافت رو طی بکنه بیاد به شهر برسه. بابا اینجا که مثل خیلی شهرستانه کوچیک نیست که بگیم آقا ما زمین نداریم و شما حالا بریم شهر هم جواب. اینجا لاهیجانه، چرا اینقدر لاهیجان شما دارید لهش میکنه؟ من متاسفانه مونده، حالا دارم بررسی میکنم، پیگیری میکنم، دادم هم زدم که مونده خدا یه جایی برسیم. اتفاقا من دیروز اومده بودم دفتر دیدم شما با یکی از مدیران خیلی با شدت عصبانیت داشتید صحبت میکردید. آره من به یکیشون زنگ زدم بنده خدا، گفتم آقا شما لیست این زمینایی که در اختیار داری من بگو. دیدم که میگه آره ما زمین نداریم و آقا دعا کنید. آقا یعنی چی دعا کنیم؟ مگه قرار کار مثلا جوانان دعا حل بشه؟ اگه دعا قرار بود کار حل کنه پیغمبر خدا همون اول دعا میکرد تمام میشد، یه فوت میکرد همه. نه کار کرد، تلاش کرد. حقیقتش خیلی عصبانی شدم اونجا هم اتفاقا به این آقا توپیدم و گفتم یه هفته بهتون مهلت میدم، شورای مسکن با تشکیل بشه، بنیاد مسکن باید بیاد پای کار، مسکن شهرسازی بیاد پای کار، فرماندار همه این تکلیفش معین بشه. به خدا آیندگان لعنت میکنن، یعنی جوانی که امروز میخواد خونه دار بشه نتونه ثبت نام کنه لعنت میکنن. زن و بچه هم چه گیری کردن با این قیمت های گزاف اجاره؟ من به نظرم دارن کمکاری میکنن، باید بیان پای کار تا با امید خدا این نهضت با یک پشتکار و با پشتیبانی مسئولین به من نسیز رو برسه. شانا با پیگیری های شما بسیار هم حل بشه. امیدوارم شانا دعا کنید. یک روز پس از افشای قتل ساناز، 34 ساله در اهواز به دست ماموران نیروی انتظامی، پلیس در اطلاعیه اعلام کرده است که تعقیب اشتباهی اتومبیل او و همسرش به خاطر شباهت خودروی آنها با خودروی سارقان صورت گرفته است. نیروی انتظامی با اظهار تأسف و ابراز همدردی با خانواده متوفا وعده داده است که مراتب را بررسی و اطلاع رسانی کند، اما هیچ توضیحی در مورد دلیل شلیک به خودرو ارائه نکرده است. همسر ساناز میگوید پلیس بدون هیچ هشدار، آژیر یا حتی شلیک هوایی از فاصله نزدیک اتومبیل وی را هدف قرار داده است. نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه 16 آبان ماه صادر کرد، مدعی شد که در تعقیب میلاد محمدیان و همسرش ساناز، پلیس از آژیر و تیر هوایی برای متوقف کردن خودروی آنها استفاده کرده است، اما بعد از بی‌توجهی راننده به هشدارها، تیراندازی مستقیم به ماشین صورت گرفته است. ساعت 11 صبح روز جمعه مورخ 9 مهر ماه سال جاری، به دنبال اعلام وقوع یک فقره سرقت مسلحانه تلاجات از خانمی در حوزه کلانتری 23 اهواز توسط سرنشینان یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ با شیشه های دودی، بلافاصله عوامل گشت انتظامی به محل اعزام شدند. ماموران پلیس در حین بررسی صحنه و مصاحبه با مالباخته و تایید سرقت مسلحانه توسط سرنشینان پژو پارس سفید رنگ، بلافاصله از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 مجدد یک فقره سرقت مسلحانه دیگر در منطقه مهدیس توسط سرنشینان خودروی پژو پارس به عوامل گشت انتظامی اعلام می شود که بلافاصله ماموران پلیس به محل اعزام می شوند که یک دستگاه پژو پارس سفید با شیشه های دودی که شباهت کامل با خودروی سارقان داشته را رویت می کنند که راننده خودرو به محض مشاهده گشت انتظامی با سرعت از محل متواری می شود. عوامل انتظامی با کشیدن آژیر اعلام هشدار مبنی بر توقف به راننده خودرو کرده و متاسفانه راننده خودرو توجه به هشدار پلیس نمی کند. در ادامه اطلاعیه نیروی انتظامی هم بدون هر گونه اشاره به هر گونه اشتباه در تعقیب خودروی میلاد محمدیان و همسرش ساناز آمده است که بر اثر شلیک مامور پلیس، ساناز که در صندلی عقب پژو نشسته بود مجروح شده و بعد از چند روز در بیمارستان فوت کرده است و از این موضوع ابراز تأسف شده است. در بررسی به عمل آمده مشخص شد خانمی روی صندلی عقب که همسر راننده بوده و متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است به بیمارستان اعزام می شود که متاسفانه این خانم بعد از چند روز که در کما بوده فوت می شود. ضمن اظهار تأسف و ابراز همدردی با خانواده متوفا اعلام می دارد که مراتب در دست بررسی است که نتیجه اقدامات متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. این اطلاعیه نیروی انتظامی در حالی منتشر شده است که در طول بیش از یک ماه از وقوع این قتل
نه تنها نیروی انتظامی هیچ اطلاعی در این زمینه انجام نداده، بلکه به گفته وکیل میلاد محمدیان، همسر ساناز، برخی ماموران حتی به انکار حادثه نیز پرداختند. حادثه روز 9 مهر ماه رخ داده است و نخستین بار 15 آبان ماه خبرگزاری ایلنا بعد از پیگیری فراوان و بی‌پاسخ از نیروی انتظامی خوزستان و پلیس کشور خبر آن را منتشر کرده است. در روایت میلاد محمدیان، همسر ساناز نه خبری از آژیر پلیس و نه صدای شلیک تیر هوایی برای متوقف کردن خودروی آنها دیده نمی شود. رفتم داخل بریدگی، توقف کامل کردم که باند آن طرف خیابان خلوت شود و حرکت کنم. در همین حین خودروی رونیز پلیس از راه رسید. یک مامور نیروی انتظامی از رونیز پیاده شد و اسلحه کلاشینکوف را از دست سربازش گرفت و بدون هیچ تذکری از فاصله 70 الی 80 سانتی متری به شیشه عقب خودروی ما شلیک کرد. میلاد همسرش را با ماشین پلیس به بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز رسانده و به گفته خودش ماموران 5 دقیقه بعد بیمارستان را ترک کردند. بعد از انجام عملیات احیا، ساناز در حالی که در کما بوده به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شده است و بعد از 48 ساعت جان خود را از دست داد. خبرگزاری ایلنا همچنین با وکیل میلاد محمدیان گفتگو کرده و به نقل از او گفته است که هنوز اصل ماجرای انجام 2 فقره سرقت مسلحانه در تاریخ 9 مهر ماه امسال به اثبات نرسیده است. او گفته است پس از اطلاع از موضوع بلافاصله برای پیگیری حادثه به کلانتری رفتم. با توجه به صحبت‌هایی که بین ماموران رد و بدل می‌شد، شنیدم که می‌گفتند هیچ گونه تعقیب و گریزی از سوی ماموران کلانتری صورت نگرفته و آژیری هم به صدا در نیامده بود. پدرام منجزی، وکیل میلاد محمدیان، همچنین از عدم تعیین شعبه رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی تا 21 روز بعد از این قتل هم انتقاد کرد. موسا برزین خلیفه‌لو، حقوقدان، میگوید به نظر میرسد بیشتر پرونده های قتل شهروندان توسط ماموران نیروی انتظامی با پرداخت دیه بسته می شود یا اینکه اصولا روند رسیدگی به آنها تکمیل نمی شود. نیروی انتظامی هم معمولاً با توجه به ارتکاب این قتل‌ها در جریان انجام مأموریت خود وظیفه پرداخت دیه به اولیای دم را بر عهده می‌گیرد. در غیر این صورت باید دادگاه به قصاص یا زندان متهمان در صورت تشخیص قتل عمد یا شبه عمد رأی دهد که موارد بسیار کمی چنین اتفاقی رخ داده است. در قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح هم گفته شده در صورتی که قتل عمد نباشد و مأمور هم قانون را رعایت کرده باشد و قتل به خاطر اشتباه غیر عمد او انجام شود، نیروی انتظامی باید خسارت وارد شده را جبران کند. سالانه چندین نفر از سوختبران بلوچ در تعقیب و گریز نیروهای انتظامی کشته می شوند که تا به حال دادگاهی برای مسئولان این تیراندازی ها گزارش نشده است. به گفته موسا برزین خلیفه‌لو، شلیک به شهروندان در مناطق مرزی مثل سیستان و بلوچستان نوعی روند سیستماتیک به نظر می رسد. در مناطق مرزی با توجه به فراوانی این دست از اتفاقات و البته عدم برگزاری دادگاه برای ماموران مسئول آنها، به نظر می رسد شاید به صورت سیستماتیک این رفتارها انجام می شود. بهانه این برخوردها هم مبارزه با قاچاق است که در قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح مجوز شلیک به قاچاقچی داده نشده است. به هر حال این به یک عرف تبدیل شده که برخوردی هم با آن انجام نمی شود. اما در مناطق مرکزی کشور به جای سیستماتیک بودن جریان، بیشتر مهارت نداشتن ماموران در استفاده از اسلحه این اتفاقات را به بار می آورد و ظاهراً در دستگاه قضایی هم بیشتر به خاطر زیر سوال نرفتن اقتدار پلیس با پرداخت دیه پرونده ها بسته می شود. در پرونده دیگر سال 97 دادگاه برای 6 مأمور پلیس به خاطر همین شلیک اشتباهی حکم قصاص داد که البته از تایید نهایی این حکم در دیوان عالی کشور خبری منتشر نشد. به هر حال نظر مشاور حقوقی ایران وایر پیگیری شکایت در این پرونده ها تا صدور رأی نهایی است. متاسفانه آمار شلیک اشتباهی ماموران ضابط قضایی به شهروندان در کشور ما نسبت به خیلی از کشورها بالاتر است. پیگیری کامل پرونده قضایی و اصرار بر دادرسی عادلانه می تواند به کاهش این آمار کمک کند. شهروندی که در اهواز بر اثر شلیک اشتباهی همسر خود را از دست داده است، خوشبختانه از وکیل برخوردار است و خودش هم تا اینجا پیگیر روند قضایی بوده است و این امیدواری را برای به نتیجه رسیدن پرونده بیشتر می کند.